بارد جاویدان یا جاویدانان ایرانی نامی است که هرودوت به گردان نخبه 10,000 نفری پیاده نظام ارتش هخامنشی داده است. یونانیان از این جهت آنان را جاویدان می‌خواندند که برخلاف روال معمول در جهان باستان این گردان یک سپاه همیشگی بود. گارد جاویدان مقتدرترین ارتش جهان از دوران باستان تا کنون بوده است که با گذشت هزاران سال از تأسیس این ارتش قدرتمند محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران نام سپاه ویژه خود را به همین افتخار گارد جاویدان نامید. پادشاهان هخامنشی که نام آنان در جنگاوری و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی زبانزد خاص هم است. جدا از قدرت فرماندهی و درایت خود، ارتش مجهز و توامندی در اختیار داشتند. از زمان کوروش بزرگ هخامنشیان دارای سپاه ثابتی به نام جاویدان ها بودند که متشکل از 10,000 نفر بوده است. این گارد از این رو گارد جاویدان نامیده می شد که در صورت بیماری، زخمی شدن یا مرگ یکی از اعضا، بیدرنگ یکی از ذخیره ها جای او را می گرفت. آنها با کمک این سپاه قدرتمند توانستند امپراتوری بزرگ خود را بنا کنند و دولت‌های قدرتمند آن روز جهان را شکست دهند. نیروهای گارد جاویدان اکثراً از فرزندان خانواده‌های بزرگ ایرانی بودند. آنان مطمئن ترین، وفادارترین و ورزیده ترین نیروهای پادشاهان هخامنشی بودند. در واقع نیروهای اصلی در جنگ ها و خط‌شکنان واقعی این افراد بودند. آنان گذشته از وظیفه اولیه خود که محافظت از شاه بود، همه گونه رشادت و فداکاری در مواقع حساس را به عهده می گرفتند. فرمانده گارد جاویدان، فرمانده سپاه ایران نیز بود و قدرت فوق‌العاده‌ای در اختیار داشت. او از قدرتمندترین شخصیت‌های شاهنشاهی به شمار می‌آمد و در اواخر عهد هخامنشی رسماً نایب السلطنه شاه بود. گارد جاویدان از درجه‌داران و افسران تشکیل می‌شد. این افراد پیاده نظام بودند، اما هنگ‌های 1,000 نفری سوار هم در بین آنها وجود داشت. نیروهای جاویدان از 10 گروه 1,000 نفری تشکیل می‌شدند. گروه 1,000 نفری نخست، یعنی هنگی که نیزه هایش به انار زرین ختم می شد، هنگ محافظان بود. اینان همه پارسی بودند و بسیار مشهور و هراس‌انگیز. محافظت از شاهنشاه به هنگ محافظ سپرده شده بود و از این رو به هنگام نبرد درست در جلو و کنار فرمان روا قرار می گرفتند. تجهیزات گارد سلطنتی علاوه بر سلاح‌های معمولی عبارت بوده است از نیزه‌ای بلند که به یک گلوله طلایی ختم می‌شد که سرباز این قسمت را بر روی پای خود قرار می‌داد. در این مورد توصیفی که مورخان یونانی از این سربازان کردند با نقش‌هایی که در تخت جمشید دیده می‌شود مطابقت دارد. سربازان گارد جاویدان در نبردهای زیادی شرکت کردند، از جمله حمله خشایارشا به یونان. سپاه جاویدان هخامنشی در حضور ارتش‌های پرادای دیروز تاریخ همچون اسپارت‌ها، فالانش‌های اسکندر مقدونی، ارتش قدرتمند روم و همچنین ارتش‌های مدرن امروزی موفق شد در سال 2011 در فهرست 10 واحد نظامی نیرومند تاریخ بشر عنوان دومین ارتش شکست‌ناپذیر تاریخ را تصاحب کند. در میان ارتش‌های مدرن معاصر، تنها یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توانسته است بالاتر از گارد جاویدان هخامنشی عنوان نخست را کسب کند. گارد جاویدان در دوران شاهنشاهی ساسانی احیا شد. با این حال ممکن است آنان این گردان را از سپاه شاهنشاهی اشکانی به ارث برده باشند. بدنه اصلی سپاه ساسانی از سواران تشکیل می شد و جاویدانان معروف‌ترین گردان در میان سواران بودند. تعداد جاویدانان ساسانی نیز 10,000 نفر بود. با این حال آنان سوار نظام سنگین اسلحه بودند، در حالی که نیروهای جاویدان هخامنشی را پیاده نظام تشکیل می دادند. نیروهای جاوید از برترین سلاح‌های روز آن زمان برخوردار بودند. از جمله آنها می‌توان به نیزه، شمشیر، گرز، خنجر و کمان اشاره کرد.
پوشش زرهی آنها نیز از پولاد یا برنج ساخته شده بود که بسیار سنگین و محکم بودند. آنها از کلاه‌خودهای گردی برخوردار بودند که سبک آن در جنگ‌های دیگر دنیا از جمله کشورهای اروپایی از ساسانی‌ها الهام گرفته شده است. هرچند نیروهای جاوید در جنگ‌های ایران و روم به عنوان ذخایر در کنار سپهبدها می‌ایستادند، اما هنگامی که به نبرد فرستاده می‌شدند، تلفات سنگینی بر دشمن وارد می‌کردند. کاوه فرخ در کتاب خود می‌نویسد: جاویدانان اغلب در برابر اعراب در قرن هفتم استفاده می شدند، مثل نبرد دارا، نبرد پل و نبرد قادسیه. گارد جاویدان یکی از تیپ‌های ارتش شاهنشاهی ایران در زمان محمد رضا شاه بود و مسئولیت حفاظت از خاندان سلطنتی و کاخهای سلطنتی را بر عهده داشت. از سال 1303 تا پایان پادشاهی رضا شاه تنها یک گروهان پیاده ارتش مسئولیت نگهبانی از شاه و خانواده‌اش را به عهده داشت. بعدها و در آغاز پادشاهی محمد رضا پهلوی این یگان به یک گردان نزدیک به 350 نفر ارتقا یافت که به آن هنگ گارد گفته می‌شد، اما سربازان آن همچنان وظیفه بودند. پس از ترور ناموفق محمد رضا شاه در سال 1344 به تدریج این گردان مورد تجدید سازمان قرار گرفت، به طوری که نیروهای وظیفه از آن خارج و تنها از کادر رسمی نیروی زمینی در آن استفاده می شد. یک سال قبل از انقلاب شمار نیروهای گارد جاویدان شاهنشاهی به 4 تا 5 هزار نفر می رسید. سرلشکر علی نشاط آخرین فرمانده گارد جاویدان بود. او در جریان وقایع انقلاب از دستور به کارگیری نیروهای تحت امر خود بر علیه انقلابیون به بهانه مأموریت اختصاصی گارد جاویدان در حفاظت از کاخها و خانواده سلطنتی خودداری نمود. از این رو تیمسار قره‌باغی در کتاب خاطرات خود صراحتاً وی را به خیانت و سرپیچی از دستور مافوق متهم می‌کند. در نوار رادیویی که به تیمسار نشاد منتسب است، او ضمن معرفی خود همبستگی کامل گارد جاویدان با انقلابیون را اعلام کرد. گارد شاهنشاهی پس از پیروزی انقلاب عملا منحل و به لشکر 21 حمزه آذربایجان تغییر نام داد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید.